بهزاد ابراهیمی، عموی آرشام ابراهیمی، جوان 21 ساله‌ای که در اعتراضات اخیر ایران در شهر اصفهان کشته شد. آقای ابراهیمی گفته برادرزادش 25 آذر کشته شده و 4 روز طول کشید تا خانواده از کشته شدنش خبردار شوند و اینکه از آنها تعهد گرفته شده جنازه آرشام شبانه دفن شود. جزئیات بیشتر رو در گفتگوی عموی آرشام با ما بشنوید. من خودم جان بازم، برادرم آزاده و جان بازه، برادران همسرم هم حتی یکیشون شهید شده، یکیشون هم جان بازه 70%. ما همه چیزمونه برای نظام و انقلاب دادیم و برای نظام جنگ کردیم، به نظاممون هم اعتقاد داشتیم، جنگ هم کردیم. به خاطرش هم داداش من 8 سال اسیر بوده، زد کشیده و خلاصه به خاطر این صحبت هایی که ما کردیم بازم گفتن دایه صحبت تصمیم بگیر. ما اومدیم خونه و ساعت 3:30-4 بود، زنگ زدن گفتن بیان اونجا و رفتیم اونجا. یه تعهدی از ما گرفتن که جنازه رو شبانه به خاک بسپاریم، که ما شبانه مجبور شدیم جنازه رو خاک کنیم. ما از روز شنبه بسیگه از 25 جمعه شده شد 29 متوجه شدیم دیگه، یعنی 100% که جنازه رو رفتم خودم شناسایی کردم. همون روز چهارشنبه بود که شناسایی کردیم، اومدیم شبانه به خاک سپردیم. 4 تا مامور فرستادن که زیر نظر اون مامور، یعنی مطمئن بشن که همین امشب به خاک میسپارن. چیز خاصی دیگه نبود. مراسمش خیلی خوب بود و خیلی استقبال بی نظیری شد ازش و خیلی از همه استان ها اومدن، آزادگان، جانبازا، خانواده های شهدا، همه اینا شرکت داشتن، مردم عادی، محل، از هر استانی شما بگید در جلسه بود. اینقدر فشار روی روانی رومون الان هست که حتی خانواده من هستن میگن مصاحبه هم نکن. به هر حال خانواده یه وضعیتی الان حاکم هست در خانواده که همه یه وحشتی کردن. به هر حال این اتفاق افتاده چون اصلا براشون غیر قابل قبوله که فرزنده ی آزاده ی جانباز رو اینطوری مثلا مورد اصابت گلوله قرار بگیره. البته ما از دستگاه قضایی کشورمون میخوام که این قاتل یا قاتلینش رو مجازات کنه و همه ی جانبازان و آزادگان هم مدن یه نامه ای رو نوشتن که ضمن این که ما به مطالبات به حق مردم احترام میذاریم و از آشوبگرار ما انزجار داریم، اصلا ما با مخالف آشوبگری و به اصطلاح آتش زدن بانک این کار را ما نمیپسندیم. کاره بالاخره اونا بیت المال است و بیت المال هم که نباید از آتش بزنن، چیزی تغییری پیدا نمیکنه. ما به هر حال جنازه اول از ما بود و با فشار رو بردیم گرفتیم. خب بقیه هم گفتن مثلا جنازه فلانی رو دادیم مارم از مارم و این باعث شد که خب در حال یه سری جنازه رو تحویل دادن. واقعا الان مادرش که با پدرش حالت روحی روانی پیدا کردن خیلی آسیب بودن. ما خودمون هم این بچه خودش دوستش یاری امام زمان بشه، همیشه باب گفت من آرزو دارم یکی از یارای امام زمان باشم، دوست دارم شهید بشم و هنوز به خدا این وقت اصلا از این بچه کوچکتری صدا در نمیومد. باور کنید من در تمام عمرم ندیدم به یکی یه توبه که این بچه و همه ما رو سوزونده، همه دل ما هممون رو سوزونده، همه یه فامیل سخت متأثر و متعلمیم و چاره ای هم نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، نه اون بر میگرده نه چیزی. ولی امیدواریم که خب زود احساسی عمل نکنن و بعد میشد بهتر از این مدیریت کرد قصه رو که به اینجا کشیده نشه. من الانم از دستگاه قضایی میخوام که دستگاه قضایی کشور خودمون میخوام که این قاتل یا قاتلینه اینو به مجازاتشون برسونه، حالا هرچی میخواد باشه. و ما حق داریم، این حق رو ما داریم که از نظام طلبکار باشیم، چون واقعا برای نظام همه کاری کردیم.